ای کاش میمردم و چنین حادثه ای رو شاهد نبودم. اگه واقعا ایشون گردنش از مور نازکتره، چرا منتظر درخواست مسئولینن؟ خودشون باید استعفا بدن و قبل از ایشون خامنه ای باید استعفا بده. چرا؟ چون ایشون آقای خامنه ای هستن که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هستن. چرا قبل اعتراف سپاه از همه چی خبر داشتید؟ بعد که سپاه اعتراف کرد ماشاءالله همه بی خبرن دیگه. یعنی تو این مملکت حالم از دروغ به هم میخوره دیگه، حتی خودم هم تو این مملکت باور ندارم. واقعا شرم‌آور این رفتار سپاه. 3 روز دروغ گفتن به همه مردم و بعد این بیانیه که رهبر مطلع نبوده. این به نظر من توهین به رهبره. چطور رهبری میتونه 2 روز بعد از یه حادثه از مطلع بشه؟ اگر این پرواز تهران مشهد بود یا تهران اصفهان بود، هیچ وقت اینو نمی گفتن و تازه به نوعی اینو ماستمالی به قول خودمون می چردن، تمام شد می رفت. من شایدن با نظر ایشون موافقم و فکر می کنم که 48 ساعت زمان فقط برای همین بوده و ما توی کشورمون انقدر مشکلات دو دستگی وجود داره و دشمنانی سپاه داره که دقیقا تو بطن کارن و اگر اونا نمیخواستن بگن مطمئنن اینا میگفتن و اونا لو میدادن و پس مطمئنن این دروغ نبوده و به خاطر جمع کردن اطلاعات بوده. به نظر من اگر ما این اتفاق رو یک حفاظت از کیان ایران در نظر بگیریم قابل بخشش هستش. درسته واقعا از دیدگاه خانواده این کشته شده ها ما بخوایم اینو در نظر بگیریم واقعا نشدنیه. میخوام بگم که مسئولین جمهوری اسلامی تا تمام راه‌ها به روشون بسته نشه، تا مجبور نشن، علی‌رغم میل باطنیشون راست نمیگن. این مسئولین به دروغگویی عادت کردن و از نظر من تک تک ماها که تو ایران نشستیم و در برابر ناعدالتی هایی که تا الان در حقمون انجام شده سکوت کردیم و به این دولت اینقدر پر و بال دادیم که آدم های بی کفایت رو در منصب های مختلف بنشونه. زمانی که امریکا ایرباس ما رو در خلیج فارس زد، از اون پس هر سال حکومت دولت اون محل رو گل ریزون کرد. سالگرد این عزیزان چطور باید نگه داشته بشه؟ آیا در تقویم ایران ثبت میشه؟